بسم الله الرحمن الرحیم امروز روز چهارشنبه ساعت 3:30 سی سی صبح وقت نیویورک ساعت 12 ظهر وقت کابل مطابق 21 آگوست 2024 و 31 از صد 14 سه می باشه بسم الله الرحمن الرحیم از اولتر از همه از تمام ام مسلکان عزیز ما که در این سیمینار ما شرکت کردن یک جهان سپاس امیدوار استم با فامیل های محترم صحت و سلامت باشید که امروز ما درباره یک مرض فوقلاده مهم که در افغانستان فوقلاده شیوع داره عبارت است پلمونری tuberculosis می باشه دکتر سایبایی که برای بار اول در این سیمینار ما جاین کردن از اونا خواهش مندیم تا لنک یوتیوب البته با خود داشته باشن و در آینده شما میتونین که از این گنجینه طبی که بیشتر از هزار پریزنتیشن در اون جمله شامل می باشه از طریق یوتیوب و از پروگرام های تعلیمی پروگرام رزیدنسی در امریکا گرفته شده با صورت بسیار خلاصه خدمت شما تقدیم میگرده ما یقین کامل دارم با استفاده از ای مطالب شما میتونین در تشخیص و تداوی مریضایتان هم در کلینیک و هم در شفاخانه کمک کرده و اجر عظیم نصیب همه ما گردد که امروز ما قبلا خدمت شما حرس کردم یک تعداد زیاد دکتر سروا سوالات متعدد درباره توبرکلوز داشتن و ما امروز میخوایم با صورت بسیار خلص نقاط ضروری را که شما باید در توبرکلوز بخاطر داشته باشین و او را عملی نماین امرای شما می شریک بسازم البته فراموش نکنین که برای بار اول در سال 1882 توسط رابرت کوخ که یک ساینتست جرمنی می باشه عامل مرض توبرکلوز دیسکاور می نماید و بعدها به نام خودش به نام باسیل کخ و یا بیک یاد می گرده. البته در پروگرام امروزی با صورت بسیار مختصر خدمت شما در باره مایکرو اپیدمیالوجی ترانسمیشن عامل مرض توبرکلوز نقطه بسیار مهمه که من میخوایم تأکید کنم تی بی انفکشن ورسس disease می باشه که البته در ممالک جهان غرب خصوصا در امریکا ایره فوق جدی میگیرن و کوشش میکنن که در مراحل ابتدایی یعنی تی بی انفکشن مریض تداوی نماین که ما نظر به تجربی که دارم فکر میکنم تی بی انفکشن در افغانستان اندر استمیت می باشه لطفا در قسمت توجه کنید ریسک فاکتور برای توبرکلوز یعنی کدام اشخاص از تی بی انفکشن با تی بی دیزیز تحول می نماید مختصر درباره کلینیک و انوستگیشن یک نقطه چند نقطه در باره تداوی انشالله در آینده اگر موقع مساحد شد در باره توبرکولوز هم معلومات خدمت شما را خواهد گردید برای که این موضوع یک ذرگه جالب و پرکتیک باشه ما یک دو کیس خدمت شما تقدیم میکنم در ابتدا که هم در سوالات یوسی ملی بورد آف مدیسن و همچنان در پرکتس شما این مشکلات همیشه آید آل دکتر سایبای جوان میگده کیس اول یک شخص یا یک جوان چل سال است از افغانستان فراموش نکنین افغانستان ریسک فاکتور برای توبرکولوز میباشد می باشد ما به بنامه تریپل ای یاد میکنیم افریقا ایشیا ساوت امریکا که به نام تریپل A یاد میشن همگی از این ممالک ریسک فاکتور برای توبرکلوز می داشته باشن وقتی که این جوان داخل امریکا میشن ازش پی پی دی صورت میگیره پی پی مثبت می باشه را تشخیص تی بی انفکشن می این جوان میگه که نه ما تی بی انفکشن ندارم البته چه سکسریش نرمل است پیشن ایسمتوماتیک است و ای جوان میگه چون ما در سابقه خود از بی سی جی استفاده کردیم که عبارت از واکسن توبرکلوز است باید پی پی دی مثبت باشه البته اشخاصی که بی سی جی میشن پی پی دی تا پنج سال مثبت میباشه بعد از او باید منفی شود این سوال در اینجاست که چطور شما مثبت بودن پی پی دی را از TB بی انفکشن تشخیص تفریقی می نماید. البته جوابش انترفیرون گاما ریلیزنگ اسی و یا کوانتیفیرون تست و یا آی می باشه که البته ما ها بر برای شما بیشتر سرش صحبت می نماید. البته فراموش نکنین که این مریض تی بی انفکشن داره و تداویش تنها نما آینه برای نو ما در نزد مریض میتیم فوقلاده سیف بسیار ارزان و از تی بی دیزیز جلوگیری می نمایه کیس دوم یک مرد پینجا ساله می باشه از پاکستان است پاکستان شامل تریپل ای می باشه یک ریسک فاکتور پاکستان البته اندستان ایشیا که گفتیم همه هم ممالک آسیایی رو در بر می گیره دیابیتیس هستری اف دیابیتیس دیابیتیس خودش ریسک فاکتور برای مرض توبرکلوز دو ریسک فاکتور نزد شما مراجعه میکنه امرا ام با سرفه های مزمن نایت سویت ان ویت لاس از 3 مانثس به این طرف سب اکوت پریزنتیشن می داشته باشه فیزیکال اگزامینیشن ان ریمارکبل چست ایکس ری در نزد مری صورت میگیره رایت اپر رایت مید و left متزون قوریلیژن نشان میده البته ای مریض تشخیص تشخیص تیB دیزیز می مرض توبر کلوزز. یعنی از تیبی انفیکشن با تیB دیزیس پروگرشن کرده و تداوی از این مریض میبینین که دکتر جوان ما مریض به شفاخانه بستر میکنه ایف بی آیزلیشن برای مریض سپیوتم فار ایف بی ستدی و کوانتیفرن، کوانتیفرن تست آیگرا انتر گاما ریلیزنگ اسیست میفرسته اما یه مثبت می باشه مریض دو اشت و دوازده ما انتی تیبی بی مدیکیشن فور انتی تیبی، بی آینش ریفمپین ایتم بیتول و پیزیه همراه با ویتامین بی 6 برای 8 تا دوازده ما بعض وقتا بیشتر از این مدت مریض انتی تی بی مدیکیشن میگیره و شفایی ها میگرده ما در اینجا دو موضوع را فعلا خدمت شما تقدیم کردیم گفتیم که تی بی انفکشن وقتی که شما عامل مرض تنفس میکنین یعنی بی که باسیل کخ وقتی که یک مقدار زیادش تنفس میکنین از طریق طرق تنفسی در انتهای طرق تنفسی که عبارت از الویولا اینجا میبینین به طرف چپ الویولا رو نشان میده واید تنفسی و یا اصناخ را نشان میده که در حالت نرمل ما در حدود 300 تا 500 میلیون الویولا داریم بنان عامل مرضی توبرکولوس پایین میشه بلاخره به الویولا میرزه وقتی که در الویولا رسید داخل الویولا یک مایع وجود داره که اگر ایده شما بشوین به نام الویولر لواج میشه اگر مایع را بگیرین زیر مایکروسکوپ ماینه کنین 95 فیصد اجرات مکروفاش ها تشکیل میتر 95 فیصد اجرات داخل الویولر مکروفاش ها تشکیل میتن مکروفاش ها مهمترین اجرات انیت ایمیونیتی می باشه یه رو ببینید که کاملا معاصره کرده در اینجا این مریض ها اعراض و علائم نداره اگر اوتاپسی کنین در این قسمت خلفی اگر شما ببینید یک نقطه دیده میشه اگر چست کنین نرمال است مریض اعراض و علائم نداره ساری در این مرحله نمی باشه یگانه تشخیصی که ایره بنامه تی بی انفکشن یاد میکنن یگانه وی که ایره میتونین شما تشخیص کنین پی پی دی مثبت میشه و ایگرا و یا انترفیرون گاما ریلیزنگ اسی مثبت میشه ایره بنامه تی بی انفکشن یاد می نماید ایناله امی اشخاصی که به تی بی انفکشن مصاب شدن ده فیصد از اینا پنج فیصدشان در دو سال اول و پنج فیصد دیگه از یا the rest of life حامل مایکو بکتریم توبرکلوز تکسر خودش رو میکنن القی معاصروی مکروفاج ها رو میشکنن داخل رسپراتوری برانکیول و اگر داخل جریان خون شود با سیل ای میاره پیدا میکنه به نام میلیری توبرکولوزیات میشه در اشای مختلف میره در غیر از او شما میبینین در اپرسون کاویتری لیشن دیده میشه مریض عرقای شبانه سرفه های بلغمدار هماپتسس نایت سویت ویت لاس به نزدش پیدا میشه عراض ولایم داره اینی آلت به نام توبرکولوز دیزی زیاد میکنن و تدویه از فور انتی تیبی بر اشت تا دوازده ماه بیشتر از او می باشد بناهن فراموش نکنین بازم من تکرار می کنم خدمت پروفشنل طبی خصوصا اشخاصی که در داخل افغانستان هستند در ممالک مترقی مخصوصا در امریکا جوامع غربی توسط ایگرو تست تی بی انفکشن تشخیص میکنن و تداوی انتی تی بی توسط یک درک که البته تداویش بعد ها بعد شما حرف میکنم شروع میکنن و اجازه نمیتن که تی بی انفکشن با تی بی دیزیز تحول نمایم از نقطه نظر مایکروبیولوژی توبرکلوزس از فامیل مایکوبکتریم توبرکلوز کامپلکس می باشه که شامل مایکروبکتریم توبرکلوس میکو بکتریم بوفیس، افریکانوم، میکروتی، کانیتی، کپریه و میکو بکتریم پینپیدی میباشد. اگر شجریت فامیلی میکو بکتریم کامپلکس کمپلکس ببینید، امونو قاتست که میکو بکتریم هم شامل امی فامیلی باشد. از نقطه نظر مایکرو اگر شما این باسیل مورد مطالعه قرار بدین یک باسیل منحنی شکل که البته در اینجا شما میبینید می باشه قطرش 0.2 تا 0.5 میکرون، طولش 2 تا 4 میکرون و دوپلیکیشن تایم در حدود 20 ساعت اگر شما ایره اسید فست اگر اینا را شما زیل نلسن تلوین کنین و بعد از او بخواین دیکلارایز کنین با مقابل اسید و الکل رزیستن نشان میده تا. دوپلیکیشن تایم در حدود 20 ساعت می باشا. یعنی یک باسیل به با دو باسیل دو باسیل به با چهار باسیل چهارده هشت هشت شانده و میشه که در هر 20 ساعت ای تکسر می نماید تک لیپید سل وال داره میتونه که خوابیده در داخل الویولا و سالهای ده سال پانزده بیس سال که این حالت به نام دور میکنند میکنن موقع که امیونیتی شما ضعیف میشه اونو موقع است که توبرکلوز به طور مثال اچ آی به طور مثال مریض استیروید به صورت دام داد به طور مثال مریضتان کیموترافی میکنن به طور مثال مریضتان گستریکتومی میکنن وقتی که سلمی دید امیونیتی پایین شد اینمی می با سیلهایی که در آلت خوابیده و دورمند هستند دفتا تکسر خود شروع می و توبرکولوز دیزیز در نزد مریض پیدا می کنن در محیط آکسیجن خوب نشونما میکنه از همی خاطر است که در هپلوپ بیشتر دیده میشه نان موتایل میباش به اینکه این از نقطه نظر اپیدمیالوجی مورد مطالعه قرار بدیم این ریپورت گلوبل توبرکلوسیس ریپورت 2023 میگه در حدود ده میلیون کیس هر سال WHO میگه در جهان مرض توبرکلوز راپور داده میشه دو میلیون مردم در جهان آیات خود از دست بیتن. سبب عمده مرگومیره در اشخاص HIV پازیتیو توبرکلوز تشکیل میده یادتان باشه که مریضای که اچ آی دارن تی سلسل مدیت ایمیونیتی که فوق مهم است در رزیستن در مقابله به مقابله توبرکلوز ضعیف میشه بنابراین اشخاص فوق العاده شدید داره بیشتر از چهار میلیون از این مریضا هیچ وقت تشخیص نمیشن مهمتر از همه WHO راپور بده که در حدود 600 هزار کیسه ریفمپین رزیستن در جهان موجود می باشه و این کمتر از 25 فیصد واقعات تشکیل می تر. یعنی اگه این ضربه چار کنه دو میلیون و چار هزار مریضای موجود است در جهان که تی بی رزیستن می باشه که فوق ای این باید شما جدی بگیرید. از این خاطر این نقاط من خواستم امروزش شما شریک بسازم کیس دیتکشن ریت کمتر از افتاد فیصد از اینا تشخیص میشه کمتر از 25 فیصد مولتی درگ ریزیستن توبرکلوز در جهان تشخیص میشه یعنی ما بسیار عقب مانده WHO در این بسیار زیاد انوالو است که من خواهی شما شما ایست که شما باید امرای ای اشخاصی که در WHO کار میکنن دکتر سایب های که امروز مریزادی تی بی باتمام استند باید باتمامش اوان. این فاکله دمایی. ببینید که WHO پلانشان است که انتدنس تیبرکولوز باید در 2025 پنج آفیز تقلیل بیافر. در 2030 اشتد فیز تقلیل بیافر. در 2045 90 فیز. نظر به 2050 وفیات میگن در 2025، 75 فیصد تخلیل 2000 2030، و 2035، 95 فیصد این رابور است که در گوگل اگر شما برین این رابور را میبینید که ای از سال 2015 تا 2035 ای, ای پلانه را دارن که ما باید کنترول تومکولوز در جهان کنترول کنیم اما ای درست نیست بیاین کالی ببینیم ما بسیار کوشش کردم که یک سلسله دیتا را در باری افغانستان پیدا کنم فقط یگان یعنی چیزی را که یافتم امی گلوبال کلوز ریپورت یک سلسله نقاط در اینجا نشان میده ببینیم نشته که دیگه استمی تی بی انسیدنس رید در دو ازار و بیست دو آخرین ریپورت که اینا میتن در دو ازار و بیست دوست در جهان برنگ های مختلف انسیدنس ریت توبرکلوز رو نشان میده هر قدر که تاریکتر میشه سبز تیره تر میشه به مو اندازه بیشتر میباشه اگر شما توجه کنین در مدل ایست شما که در این قسمت توجه کنین ببینین در اینجا افغانستان است پاکستان است در اینجا اندستان است برنگ سبز کمرنگ نشان داده شده اگر شما در اینجا توجه کنین 300 تا 500 پیش پر صد تا 500 پر صد هزار ریت انسیدنس استمیت ریت توبرکلوز در این مالک وجود داره ما نمی اینا افغانستان پاکستان و اندستان را در یک قلم گرفتن اما ما فکر می افغانستان نظر به پاکستان و اندستان باید بیشتر باشه به با هر صورت این راپور 2023 دب... WHOs. بیاین که در اینجا ببینیم. اینجا نشته که change per set in estimate of TB incidence. البته گفتم در سال 2022 راپور داده شده. این حال شما ببینیم که پاکستان و افغان... افغانستان در اینجا یک شکل داره. یعنی در پاکستان و افغانستان ریت توبرکلوز کم نشده. استیبل است. برخلاف در دیگه ممالک به شمول اندستان در حدود ده تا 20 فیصد ریت توبرکلوز پایین شده بیایم که سلاید بعدی رو ببینیم که در چی میگه در اینجا نشته کده change in the estimate number of dead چقدر پرسنتیج وفیات توبرکلوز در جهان کم شده اگر شما اینجا توجه کنین ببینین که افغانستان بسیار دلچسب است من همین فهم ای ایسایت چطور از نشته است که در حدود 20 فیصد تقلیل یافته وفیات ناشی از توبرکولوز شاید که جنگ ها یک تعداد زیاد مردم ها در امی مدت 20 سال جنگ های داخلی باعث وفیات زیاد شده باشند که نظر به او ریت توبرکلوز کمتر نظر به پاکستان و نظر به اندستان نشان داده شده می باشد. متوجه شدین در اینجا نشته کرده که percentage of people newly diagnosed with tuberculosis with rapid test rapid test genomic test است که نشان می که در داخل افغانستان در حدود 20 تا 30 فیصد کیسای نو توبرکلوس توسط جنامیک تست یعنی مولیکولر تست یعنی دی amplification امپلیفیکیشن تست تشکیل شده یعنی مرای زیر می که شما در داخل افغانستان جنامیک تست دارید که 20 تا 30 فیصد کیسای نو توبرکلوز اونجا تشخیص شده البته ای بود که یک سلسله معلومات که نو است کاملا ما ایرا از WHO گرفتم و امرای شما شریف ساختم این حال ببینید که پیش از چی میگفتن از نقطه نظر پرولنس در امریکا در یونایتد استیت ده برصد از آنست. در اروپا 20 کیس توبرکولوز بر صد هزار است یعنی در 100 هزار نفر 20 نفرشان توبرکولوز دارن Third وار 200 100000 جهانش اگر یادستان باشه گفتیم پاکستان افغانستان اندرستان در سال 2022 راپور 300 تا 500 بود در این جهه شکل Third وار 200 هر 100000 اونجا گفته 300 تا 500 پر 100000 هر دوش از WHO یا از WHO تر است او جدید تر بوده یعنی چی یعنی در افغانستان توبرکلوز بیشتر شده که این موضوع را من میخواستم شما در اینجا تاکید کنم که چطور میتونن توبرکلوز در جهان غرب چطور تانستن که توبرکلوز زیر کنترل بگیرن اصلا امریکا میگن توبرکولوز مرض ما نیست توبرکلو امریکایان میگن و راستی میگن میگن توبرکلوز مریضی مردم امریکایی نیست این مرض امیگرانت است مرض مهاجرین است بیا این در امریکا از سال 1953 سال و بعد هر سال در حدود 5.6 فیصد انسیدنس توبرکلوز کم میشه میبینید سیر نزولی داره در سال 1984 تا 1992 20 فیصد بلند میره از سال 1992 دوباره ریت توبرکلوز تا امروز در امریکا پایین شده میره این موضوع در یه بر شما نشان میده 1953 تا 84 هر سال 5.6 فیصد کم میشه از سال 1985 تا 1992 در حدود 20 فیصد در امریکا بلند میره و از سال 93 به بعد دوباره پایین میشه سوالی است که چرا در سال 80 و 79 و 80 81 و 82 چرا ریت 20 فیصد تا 92 بلند رفت اول در این سال 1979 بود که HIV در امریکا پیدا شد مرض ایدز مرض سل میدیت ایمیونیتی تی سل کار نمیکنه، تی سل و سل میدیت ایمیونیتی این ایت ایمیونیتی فاکتور فاوقلاده مهمه در کنترول توبرکولوز میداره بی سل کمتر رول داره تی سل فاوقلاده مهم است که ایر باید بخاطر داشته باشه دوم در امی سالا مایگریشن در امریکا یا مهاجرت در امریکا زیاد میشه و سیوه میگه میگه در امی سالا در امریکا انفراسترکچر زیربنای سیهی در امریکا به شکل درستش وظیفه خود انجام نمیده امیدوار هستم که من تانسته باشم که برای شما ارائه کنم بناهن توبرکولوز در امریکا مرض امریکا میگه نیست هم میگی نیست که عامل مرض توبرکولوز یعنی تریپل ایش افریقا و ساوت امریکا داخل امریکا میسود و چی درست است. چطور مرض از یک شخص به شخص دیگر انتقال می کنه البته شما می فهمین که توبرکولوس مرض پلمنریز مرض ریویز توسط قطرات کوچک تنفسی وقتی که شما صحبت میکنین خنده میکنین بیت بیخانین گریان میکنین عطسه میزنین سلفه میکنین چیر میزنین عامل مرضی با شکل پارتیکل های کوچک در داخل اتاق تیت میشه و اشخاصی که به صورت دوامدار معروض میشن به می پارتیکل های معلق که در هوا موجود می مقدار زیادشه مدت طولانی وقتی که تنفس میکنن و تی بی انفکشن ابتدا بعد ها گفتیم 5 تا ده فیصد امو اشخاص به تی بی دیزیز تحول می لطفا به این سلاید توجه کنید این بسیار زیاد مهم است فکر کنین در امی اتاق که فعلا شما هستین فکر کنین که در حدود صد نفر گنجانیده شده و یکی از این اشخاص اکتیف پولمنری توبرکلوزس دارد صرفه میکنه. عامل مرض در محیط تیت میکنه. از امی صد نفره که در اتاق موجود است افتاد نفرش به توبرکولوز معروض نمیشه تنها سی فیصدش به تی بی انفکشن یعنی عامل مرض میگیرن در قسمت نهایی که گفتیم عبارت از وایت های تنفسی و یا می میباشن در اونجا میرسن و توسط القی معافظوی مکروفاش ها میشه سی فیصدش سی فیصد امی اتاق از صد نفر سی نفرش توسط القه معاصروی در داخل مکروفاش ها با سیل کخ میشه و شکل دورمان در امیج میخوابه. این امی آلت هم بنامه تی بی انفکشن یاد میکنه ما ایده بنامه لی تی بی انفکشن یاد میکنیم مریض عراض و علائم نداره چه سکسرش نرمال است ساری نمی باشه یگانه تشخیص ازی پازیتیف پی, پی دی ویا انترفیرون گاما ریلیزینگ هسته کانتفیرونت هست ای را تشخیص میکنه تدویش نو ماه امرای آینه هست البته ای 70 فیصد دیگهش یعنی 70 نفر دیگه که با گرفته هست چرا نمیشن؟ شاید منت ونتیلیشنشان کم باشه شاید از نزدیک امو شخص دورتر باشن شاید کمتر عامل مرضه و شاید هم که ویتامیندیش بهتر باشه بهتر باشه. امیدوار شما باشید اینال امیر سی نفره که با تی بی انفکشن مصاب شد پنج فیصدش در یکی دو سال اول و پنج فیصد دیگه شنه یعنی جمله ده فیصد از اینا The rest of life وقتی که امیونیتیش کم شود، عامل مرض توبرکولوز فعال میشه متوجه هستین چطور فعال میشه؟ تکسر بیشتر میشه دبلنگ تایم صورت میگیره هر 20 مکروفاش ها یا الکی محافظوی رو می اگر داخل خون شد و میلیری توبرکولوز در غیر از او انفلتریت بعدها کاویتیشن نشان می تن مرز این مریض ها عرق های شبانه می داشته باشند تپ می داشته باشند های خونی می داشته باشند بعضی اوقات وزن می بازن به می داشته باشند و این به نام توبرکولوز دیزی سیاد میکنن ایساری می باشه چه سکسر انفلتریت در اپرزون اکثرا نشان میدن تداوی فور انتی تی بی مدیکیشن این شریفان پی نیتان بی تو پی ویتامین بی 6 امیدوار که متانست باشم تی بی انفکشن از تی بی دیز تفرید کرده باشم فراموش نکنین که تی بی انفکشن بسیار خوب قابل تداوی است و ساری نیست دکتر سایبای که سوال دارن در اخیر ما خدمت شما به سوال ها برمیگردم گفتیم توبرکولوز اصلا پلمنری دیزیز است 85 فیصد واقعات توبرکولوز سبب ماوشدن ریه ها میگردن 15 فیصد واقعات از یا کمتر از اکسرا اکسترا پلمنری شامل لرنگس ایوی لامف نود برین سپاین کدنی و بون ان جاینت میباشد اگر داخل جریان خون شود گفتیم است میتانه که در مرایل ابتدایی داخل یا در مرایل بعدی داخل جریان خون شود با سیلی ای میاره پیدا کنه و باعث میلیری توبرکلوز شود البته دکتر سایبایی که لینک مرا دارن اگر شما در اونجا مراجعه کنید دسکشن درباره باره میلیری همچنان در باره سپاین تی بی، استیومالایتس تی بی، ما کیس های متعدد داریم که اگر اونا را شما لطفا ریویو کنین، فوق العاده میتونم میتونه موثر باشه. اشخاصی که از تی بی انفکشن به تی بی دیزیز تعاول میکنن، یعنی گفتیم ده فیصد تی بی انفکشن، پین فیصدش در دو سال اول و پین فیصدش در رست آف لایف به توبرکلوز تحول میکنه توبرکلوز دیزیز تحول میکنه کدام اشخاص می باشه اشخاصی که ریسک فاکتور دارن فراموش نکنین کدام از ریسک فاکتور برای ای اشخاص اول تریپل ای ایشیا آفریقا و ساوت امریکا یعنی افغانستان همگیش باور کنین اکثریت افغانای ما که در امریکا آمدن این مشکل دارن تست میکنن و تستشان پازیتیو است برای پی پی دی اگر پی پی دی شما منفی شما افغان نیستین دابیدیس میلیتوس یعنی اکثریت مردم محروض به عامل مرض توبرکلوز شدن دابیدیس ملیتوس کرونیک کرون رنال مال نوتریشن ویتامین دی دیفیشنسی ما ایچ نمیتونم در باره ویتامین دی دیفیشنسی تاکید تا نکنم در سیمینار روز گذشته که در بوری پاکس بود ویتامین دی رول فوق مهمه دا مهم داره بعضی ها میگن که ویتامین دی از ترت آنتی تی بی لطفا ویتامین دی تا چک کنید سیلیکوزس در سیلیکوس مکروفاش ها شکل کار خود به شکل درست انجام نمیتن بعض اشخاص که از دوای مثل استروید به صورت لانگ ترم آنتی تی immunosuppressive HIV اشخاصی که در زندان ها زندگی میکنند در نرسنگ هوم ها زندگی می چون چون اقتداد زیاد اشخاص در ساحه معدود زندگی می کنند اینا همه گیشان با توبرکلوز ریسک فاکتور دارند البته در این سلاید ما بیشتر نمی پیچون از این که چندین بار گفتیم تی بی انفکشن از صد نفر ده نفر به تی Uh, سی نفر به تیبی انفکشن گرفتار میشه از امی سی نفر ده فیصدش با تی بی دیزیست میره که در اینجا دوباره این موضوع تکرار شده اعراض و علایم توبرکلوز البته همه شما آشنایی داره که گفتیم توبرکلوز مرض ریه هاست پولمنری توبرکلوز امرا با پروڈکتیف کاف شکل سبکیوت و مزمن می داشته باشه چست پین هماب تیسی فیور این چلت نایتس ویت فتیگ لاس آف اپتایتس و ویت لاس می باشه که ای از تمام ازین ها مربوط پولمنری توبرکلوز می باشه چطور ما ای مریضا اپروچ می کنیم یادتان باشه مدیکل هستری هر شخصی که از افغانستان پاک تریپل ای بیایه ریسک فاکتور داشته باشه با طرف توبرکلوز فکر کنه فیزیکل اگزامنیشن سکین تست پی پی دی تست و در امریکا فعلا از آیگرا استفاده ما از آیگرا استفاده میکنم انترفیرون ان ریلیزینگ ریلیزنگ هسته پسانا بازم نشان چست اکسوری معمولا اپر زون موف میسازن اما فراموش نکنین که گفتیم معمولا اپر زون ما می سازه اما فراموش نکنین که میتانه در مریضهای اچ آیو هر قسمت اذریه ها ره موقوف بسازه بالاخره از نقطه نظر بکتریالوجی اکامینشن سمیر و کلچر فوقالعاده رول عمده ره بازی میکنن کنن داکتر سایبای که در سیمینار ما بر بار اول شرکت کردن ما یک سیمینار داشتیم سال تقریبا دو سال قبل در باره ایمیون سیستم با صورت بسیار خلص شما باید که ولو که جرا باشین داخل چی باشین در هر رشته که باشین شما باید که ایمیون و ایمیونالوجی رو با صورت عموم بدانین در غیر از او شما مریضایتان درست اپروچ کردن نمیتونین تشخیص کردن نمیتونین تدوی کردن همیتونن. با صورت بسیار خلص ایره از درس کرونا و یا کووید 19 گرفتیم اما تمام اتوجن به میشکل شکل سیستم ایمیونیتی ما فعالیت می کنن. اگر از اینجا یک خط رسم کنین در قسمت متوسط به طرف چپ در این که شما می بینین ایره به نام اینیت ایمیونیتی یاد می به طرف راست ایره به نام ادپتیف ایمیونیتی و یا اکوایرد ایمیونیتی اینیت ایمیونیتی از زمان ولادت نزد ما موجود به شامل جلد و مخاط و یک تعداد اجرات این اجرات فی نهایت مهم است اینجا که برنگ رنگ سبز میبینیم ما برای شما یک مکروفاژ نشان داده مکروفاژ دندریتیکسل، نیوتروفیل مسل مونوسایت بیزوفیل اینا همگیشان شام کامپلمنت همگی از اینا شامل انیت ایمیونیتی می باشن وقتی که عامل مرضی این ای ویروس هایی که برنگ ستارمانه نشان داده شده برنگ سرخ ستارمانه نیکرون ویروس میتون عامل مرض توبرکولوز باشه می ماکروفاژ مکروفاش خود در اینجا می رسانه که نام پروفیشنل انتیجن پریزنتنگ سلیات میشن در انیت ایمیونیتی اینمی عامل مرض ها فاگوسیتایز میکنه با پرچه های کوچک تبدیل میکنه یک پارچه کوچک شمیاره برای adaptive immunity برای T-cell در موجودت ویتامین دی و انتا لوکین 4 t فال 2 فاعل میشه بیسل پلازموسل و امینو گلوبلین 7 تا 14 روز پسانه فعال میشه adaptive immunity 7 تا 14 روز کار داره که در موجودت انتا تو t 1 میشه و th انترفیرون گاما را آزاد میکنه که البته انترفیرون گاما دوباره مکروفاج ها را استیمولیشن میکنه اینمی مریض های توبرکلوز متاقب پروتین توبرکلوز عامل مرضی توبرکلوز بی که انترفیرون گاما بلند میره اگر شما انترفیرون گامای مریض ها را ماینه ما نکنید بلند باشه نتیجهش چیست؟ معنی که مریضتان به توبرکلوز گرفتار شده اینه میره منان تی بی انفکشن یاد میکنن وقتی که انترفیرون گاما مثبت می باشه چه سکسری منفی می باشه اراز و علایم نمی داشته باشه به بنامه انترفیرون گاما ریلیزینگ اسی یاد میکنن ویتامین دی رول فوقلاده امده را در این ایت ایمیونیتی داره امی که مکروفاش ها عامل مرض توبرکلوز می گیره تکه تکه میکنه توسط چی میکنه؟ توسط بیتا دیفنسین و کتل سیدین ای را تکه تکه و امی دو انزایم یا دو پروتیز که من خدمت شما حرس کردم ویتامین دی دپندن می باشه فعالیت امی دو پروتیز که باعث تکه تکه سختن وایرس و عامل مرض توبرکلو و دیگه بکتری ها ضرورت به ویتامین دی دارد و اگر ویتامین دی دفیشنسی داشته باشن مقابل توبرکلوز ما در تمام مریض های توبرکلوز چی تیپیکل چی ای تیپیکل ویتامین دی رو تعیین میکنیم سوی ویتامین دی رو در نزد مریض ها بلند میبریم ویتامین دی در حالت نرمال 80 فیصدش توسط شوهای آفتاب در جلد ساخته میشه متاسفانه مردم ما و شما خوشبختانه نظر به مسائل دینی و مذهبی و فرهنگی ما همیشه حجاب میکنیم مردم حجاب میکنن زنان حجاب میکنن در حالی که در جهان غرب همگی میرن لب بر خدا میکنن و از اشیاء آفتاب ویتامین دی در جلدشان ساخته میشه 20 درصد مواد ویتامین دی که در روزیت ما و شما داریم از طریق مواد غذایی ایره به نام دی تو ویتامین دی تو ایره به نام ویتامین دی تری یاد میکنن همه از اینا غیر فعال باشن باید هایدروکسیلیشن از اینا صورت بگیره که در کبت یک هایدروکسیل که ایره به نام کلسی دای یاد میکنن وقتی که دوم بالایش نصب میشه به نام کلسی اول در اینجا پارشلی فعال میشه در اینجا فولی فعال میشه و در متابولیزم کلسیم اپاپتوسیس ایمیونیتی اینا رول را بازی میکنن حالت نرمال ویتامین دی میگن بالاتر از سی نانوگرام پر امل اگر بین 20 یعنی کمتر از 30 تا 20 نانوگرام پر ایمل باشه یه به نام انسفیشنسی یاد میکنه کمتر از 20 نانوگرام باشه به نام دفیشنسی یاد میکنه یادتان باشه که در افغانستان بیشتر از 50 فیصد مردم ویتامین دی دفیشنسی دارد وقتی که ویتامین دی دفیشنسی شما داشته باشین شما بسیار مساعد هستین برای گرفتن ویرس URI و توبرکلوسیس بناهن خواهش ما از تمام پروفشنل تیبی در افغانستان است که لطفا وایتامین دی اتلیست وایتامین دی خود چک کنین و کوشش کنین که وایتامین دی لیبلتان در حدود پینجا نانو و یا بالاتر باشه ببینین اپتیمال اپتیمال وایتامین دی لیول باید پینجا تا افتاد نانو گرام پر امل باشه اگر هفتاد تا صد باشه امی ویتامین دی ایمیونیتی شما رو به اندازه قوی میکنه که سایت تی سل شما حتی حجرات کانسری رو از بین میبره فراموش نکنین که فعلا ایمیونتراپی در مریضه کانسر سرطانی فاوخلاده پیشرفت میکنه و کوشش میکنه که سایت سایتو تاکسیک تی سل و یا سی دی ای بیشتر فعال کنن که اجرات کانسری را از بین ببرن و تاکسیسیتیش بالاتر از 250 نانوگرام در نزد مریضا پیدا میشه البته اینجا وظایف وایتامین دیره بر شما نشان میتر گفتیم که در خود دو پروتیز که بنامه کتل سیدین بیتا دفنسین اینا فوقلاده ویتامین دی دپندنسن انت تاثیرات انتی انفلاماتوری دارن سایتوکاین ها را کنترول میکنن و همچنان در هومیستاز کلسیم رول عمده می داشته باشه اینال سوال در اینجا مطرح میشه که تی بی انفکشن چطور تشخیص میشه در افغانستان توسط پی پی دی که همگی شما به ای آشنایی دارین از سرنج های که برای انسولین استفاده میشه 27 گیج نیدل میگیره انترادرمل 0.15 چوبرکولین دو انترادرمل یک ویل یا یک کندیدگی در اینجا تشکیل میده بعد از که 6 تا 10 ام می باشه شما این کار کردین خودتان بعد از 48 تا 72 ساعت ایره شما میبینین سرخیش اندازه نمیکنین بینین احمرار در ایجاست این دوریشن اگر آیسته آیست از موید به مرکز بیاین این دوریشن جذب میشه ای این دوریشن از ایره جذب میکنین اگر بالاتر از ده امم در ده امم باشه ایره پازیتیف تستیات میکنن در اینجا انترفیرون گاما ریلیزنگ اثیره بر شما نشان میده انترفیرون <تصفح> گاما ریلیزینگ اسید قسمه که پیشتر خدمت شما تقدیم <تصفح> کردم وقتی که عامل مرض توبرکلوز با پروفیشنل انتیجن پریزنتینگ سل یعنی ماکروفاج و دنتریتیک سل نزدیک میشه میبینین که ماکروفاجی رو میخواه که فاگوسیتایز کنه یا قسمت شما با تی سل در موجودت انترلوکین 12 قسمه که پیشتر خدمت شما عرض کردم TH1 فعال میشه TH1 انترفیرون گاما را آزاد میکنه این میره به نام انترفیرون گاما ریلیزینگ اسیات میکنه با مجرد که این مثبت میشه تشخیص تی بی انفکشن در نزد مریض ما میشه و تداوی ازی گفتیم اعراض و نداره سوری نمی باشه چست اکسری نرمال می باشه تشخیصش توسط پی پی دی و یا ایگرا و انترفیرون گاما ریلیزینگ اسی صورت میگیره تداویش نوم و آین می امیدوار هستم که این موضوع <applause> واضح شده باشه چه سکسری معمولا در تمام مریضا باید انجام بتین گفتیم در تی بی انفکشن چه سکسری نرمال می باشه در تی بی دیزیز معمولا اپا لوبا می کنه اما مریضایی که ایمیون باشه هر قسمت از ریه ها می تانه گرده چستکسری به تنهایی قیمت تشخیصی هم نداره باید که ریسک فاکتور اعراض و علائم امرا با چستکسری ای میتونه که برای ما تشخیص بده این چه و اسپیسیفیسیتی چو بر سکین تست نشان میتونه؟ میبینین سنسیدیویتی بلند داره سپیسیفیتی اشتاد پاینی این ای دو تست پایانی که بنامه تی سپات تی بی تستی و کانتیفیرون تستیات میشه اردوش بنامه آیگرا تستیات میشه انترفیرون گاما ریلیزنگ هسته ما بیشتر کانتیفیرون تست میکنیم سنسیدیویتیش اش اشتاد چار فیصد سپیسیفیتیش نوال نو فیصد است و البته گفتیم که اگر تی بی تست شما مثبت باشه با ادعا میکنن که شاید ناشی از بی سی جی باشه یا واکسن توبرکلوز باشه در حال که وقتی که کونتیفیرون مثبت می باشه مانا عزیز که شما معروض به عامل مرض توبرکلوز شده تی بی انفکشن دارین و باید تداوی در نزد شما صورت بگیرد <سؤال> از دکتر سروای محترم که امروز ما هستن خواهش میکنم که لطف کنین امی خود میکروفون های را میوت کنین تا اینکه نکاس نکنه و دکتر سروای که در این سیمینار گوش میتن به این لکچر ما مزاحمت باعث نگرده نقطه بسیار عمدی دیگره که باید به خاطر داشته باشه نبارت از ایزولیشن مایکو بکتریم توبر کلوز است چطور ما میتونیم این ایزولیت کنیم با سه میتود یکی سمیر است ایف بی سمیر دوم جنامیک تست که به نام نوکلیک اسید امپلیفیکیشن تست یاد میشه و سوم کلچر است که شما به اینا آشنایی داره در افغانستان زیل نلسن تلوین صورت میگیره در امریکا فلور و کروم فعلا ترجیح داده میشه برای که به بسیار مقبولی عامل مرض توبرکولوزا نشان میتن مشکل در کجاست برای که سمیر پازیتیو شود توجه کنین دکتر سوا برای زی که سمیر در بلغم در مایات عضویت پازیتیو برای ایس بی باشه شما در حدود هزار بی که در یک امل سلیوا باید داشته باشین تا تستتان مثبت باشه بازم تکرار میکنم شما در حدود بیش از پنج هزار بی که باسیل کاخ در یک امل سلیوا باید داشته باشین که سمیر مثبت باشد فکر کنین اگر مریضتان سه هزار دو هزار یک هزار مایکرو بکتریم در یک امل سلیوا و یا مایات عضویت داشته باشه بناهن سمیر نگتیف می باشد در حالی که شخص توبرکلوز انفکشن می داشته باشد یا توبرکولوز دیر می داشته باشه اما سمیر نگتیف می باشه بنابراین نوکلیک اسید امپلیفیکیشن تست و یا جنامیک تست که عبارت است یکی آر این امپلیفیکیشن است به نام جن پروپیات می یکی دی این امپلیفیکیشن است به نام پی سی آر پولیمرایت چین ریاکشن یاد میشه اینا چی میکنن پروتین های مایکو بکتریم توبرکولوز زیاد می در ماشین لابراتوری بعد از اینکه ما مقدار زیاد پروتین های بی که در خود ماشین پیدا میشه ماشین به بسیار آسانی مایکو بکتریم توبرکلوز تشخیص میکنه یک تست بسیار خوب دیگه جنامیک موجود البته در یک وقت بسیار کم یک تست بسیار مهم دیگه که فعلا در افغانستان موجود است به نام اکسپرت مایکوبکتریم توبرکلوز که نه تنها مایکوبکتریم تشخیص میکنه بلکه شه به مقابل ریفمپین هم نشان میده ما یک کیس داشتم از داخل افغانستانی که از دکتر صاحبا برای روان کردن و نشته کردن که اکسپرت مایکو بکتریم توبرکلوز سلش در نزد مریض مثبت است اما سنسیتیو به مقابل می میباشه یعنی ایتست در افغانستان اجرا میشه و ما او سلاید اول اگر یاد شما باشه در قسمت اپیدیمیالوژی نشان دادم که جنامیک تست 20 تا 30 فیصد کیس های نیو در افغانستان نشان میتند بنابراین این تست ها در افغانستان موجود می باشد میتود سیوم آیزولیشن کلچر است یکی لوینشتن جنسن کلچر است که شش هفته یا بیشتر از او به کار داره براد بیس میدیم دو تا سه هفته کار داره یکی تیوبای مخصوص است که نام لیکوید میدیا ان مایکو بکتریم گروت اندیکیتر تیوب یاد میشه که اینا چندین ساعت به کار داره که تا عامل مرض توبرکلوز نشان بتن یادتان باشه وقتی که سمیر مثبت می باشه برای مایکوبکتریم توبرکولوز میتونه که تیپیکل مایکوبکتریم یعنی مایکوبکتریم توبرکلوز باشه یعنی مایکوبکتریم کامپلکس باشه و یا ای که ایتیپیکل مایکوبکتریا باشه که در بسیاری اشخاصی که کومور به دیدی برانک اکتس سی او پی دی میداشته باشن اتیپیکل مایکوبکتریا کلونایز میکنه که تشخیص تفریقی باید صورت بیره کدام من ما استین یا کلچر و یا جنامیک تست انجام میتیم تمام مایات اوزویت مخصوصا بلغم سپیتوم اندکشن رول امده داره و تیشو بایابسی بادی فلوید بعض اوقات بعض اوقات در نزد مریضان ما مجبور میشیم که برانکاسکوپی برانکل الویولا لواج و بایابسی نماییم خوشبختانه خوشبختانه اکثریت مریضایی که سپیوتوم اندکشن در نزدشان صورت میگیره اونها مثبت میباشن ایلدش بالاتر از 50 حتی تا تا افتاد فیصد است بناهن ما کمتر ضرورت به برانکاسکوپی میکنیم یادتان باشه که برانکاسکوپی در نزد از, از این مریضا بسیار خطرناک است چون شما تمام هوای طرق تنفسی مریضا را کس که برانکوسکوپ میکنن میتونه بگیره گرچه ما N95 ماسک استفاده میکنیم انفارچنتی متاسفانه در حدود 15 تا بیس فیصد واقع نه تنها سمیر نگتیف هستن هلچه نگتیف مایکو توبر کلوز هست باست میکنم در حدود 20 فیصد واقعات کلوز هم سمیر و هم کلچر نگتیف میباشد یعنی اگر شما یک مریض می داشته باشین در افغانستان امرای عرقای شبانه وزن کم کردن یک انفلتریت در قسمت زون نشان می و تمام ماینات تان منفی می باشه اینکلود بایابسی می کنین در اونجا بایابسی هم نگتیف می باشه دیگه امراض رول اوت می باور کنین مریض شما توبرکروز داره ایجاب میکنه که مریض امرا با تشخیص کلچر نگتیف توبرکروز تداوی نماید معمولا سپیوتم ما سه سپیوتم ارلی مورنینگ صبحانه از مریضا میگیریم او سپیوتم اندکشن سپیوتم اندکشن یعنی چی نورما سلینه با صورت نیبولایز با مریض میتین سلفا تحریک میشه یک مقدار زیاد بلغم خارج میشه در بعضی واقعات اگر یک شخص موسن میباشه صرفه سلفا نمیتونه شما میتونید صبحانه نزد مریض انجیو به داخل کنین گاستریک کانتنت گاستریک جوس سکشن کنین او رو روان کنین او هم میتونه که مثبت باشه البته ای در این موضوع گفتیم برانکاسکوپی چی وقت میکنیم؟ برانکاسکوپی وقتی در نزد مریضا میکنیم که مریض سپیوتومش نگتیف باشه و هایلی سسپیشن فر توبرکلوز باشه در او وقت است که ما برانکاسکوپی و برانکل و ترانس برانکل بایبسی در نزد مریضا انجام میدیم البته یاد شما باشه گفتیم که سپیوتوم وقتی که اندکشن صورت میگیره سنسیتیویتیش بلند میباشه در حدود بالاتر از 50 تا 80 فیصد باشه و امریکن توراسیک سوسایتی را توصیه میکنه که در نزد مریدا سپیتوم اندکشن صورت بگیره نوکلیک اسید امپلیفیکیشن یا جنامیک تست یا مالیکولر تست در نزد مریدا بسیار رول عمده را بازی میکنه اشخاصی که سپیوتومشان سمیرش مثبت میباشه سنسیتیویتیش البته یعنی دتکشن ریتش بالاتر از 95 فیصد میباشه اگر سمیر نگاتیو باشه و کلچر پوزتیو باشه بالاتر از 50 فیصد دتکشن ریتش میباشه البته ای همون که مولیکولار تست میکنن در نزد را به نام ناین 960 سیستم و ایده به نام دی جن پروب یاد میکنن گفتیم جن پروب آر امپلیفیکیشن است دی ان امپلیفیکیشن به نام پی سی آر یا مرا چین ریاکشن جنامیک تست است که در نزد مریضا بر ما در تشخیصش کمک میکنن این امو تست است که یام جنامیک تست است اکسپرت مایکو بکتریم توبرکلوز سلاش در ظرف 24 ساعت برای شما نه تنها تشخیص مایکو بکتریم توبرکلوز هم میکنن که سنسیتیویتیش 99.8 فیصد تقریبا 100 فیصد است در اشخاصی که پازیتیف سمیر داره. شاید سوال پیدا شود که چرا پازیتیو سمیر باید که جن اکسپرت در نزدش صورت بگیره بخاطر که پازیتیو سمیر میتونه که ای تیپیکل مایکو بکتریم هم باشه که و قدر مهم نیست یعنی تشخیص مایکو بکتریم توبرکولوزه توسط جن اکسپرت شما میتونین همچنان سنسیتیویتی رو با مقابل رفمپین نشان میتونه که یعنی رفمپین سنسیتیف میباشه البته دیگه نقطه را که میخوایم خدمت شما نقطه نظر کلینیک عرض کنم اشخاصی که رزیست مقابل ریفمپین می باشه احتمال وجود داره که رزیست مقابل آینه چون باشه اگر کل اسمیر نگتیف اما کلچر مثبت می باشه کیس دیتکشن ریت یا سنسیتیویدیش نهاد اشاریه دو فیصد می باشه گفتیم که توبرکلوس دو شکل داشت یکی تی بی انفکشن بود که تنها ایگراتست یا کوانتفیرانتست مثبت می باشه یا پی پی دی مثبت اعراض علائم نداره چه سکسر نرمال ساری نمی باشه در این وقت تداویش ما اکثریت مریضا خود امرای آینه 300 میلیگرم گرم پرودی برای نو ما تداوی میکنه ما امرای ویتامین بی سکت یا تو باشه کیو 72 فیصد است فوق مهم است اگر بخواین شارت ترم استفاده کنین میتونین از آینه شریفان هر هفته برای سه ماه استفاده کنیم. یا رفمپین تن از رفمپین روزانه 600 میلی برای چهار ماه استفاده کنید. ایچی میکنه اجازه نمیده که تی بی انفکشن به تی بی دیزیز تحول کنه و ای بسیار سیف است ارزان است موجود است بنان خواهش من شما است که شما میتونین که در نزد مریضایتان انترفیرون گاما لیزینگ اسی تست یا کانتفیرون تست انجام بتین اشخاصی که تستشان مثبت است و به تی بی انفکشن مصاب هستند لطفا اونا را تداوی کنین نگذارین که به توبرکلوز دیزیز در آینده تحول کنه. و در نتیجه وقتی که تی بی دیزیز پیدا میشه فوقلاده ساری میباشه مشکلات زیاده نه تنها بر خود مریض که تداویش یک مدت طولانی و فورانتیتیبی می باشه جامعه شما را موید به طور مثال مادر، پدر، خواهر، برادر، خانم و دیگر اجتماع کسایی که امرایشان کار میکنه اونها را هم به توبرکلوز معروض می ساده بیاین امین نقاط را که من خدمت شما هست کردم تمامش نقاطش که در از طرف WHO گفته شده WHO ایره در مناطقی که توبرکلوز شیوع زیاد دارد تریپل ای ایشیا، افریقا و ساوت امریکا یک مملکت ساوت امریکا به نام پیرو در اینجا نشان داده شده ساوت امریکا پیرو اینا ابتدا عامل امی... کیس های توبرکلوس فوق لاده میبینید تا, تا 1995 بلند شده میره 1995 امین و قاطره که من خدمت شما حرس کردم یعنی تداوی تی بی انفکشن در مرایل ابتدایی اینا عملی میسازد باد از او از و یعنی تقریبا نو از 19 نو و باد وقتی که این پروگرام عملی میکنن ریت توبرکوس هر سال 6ش فیزت با این میگردن. به نان خوش شما ایست که اگر شما، که همگی شما الکیر پروفیشنل هستین و در افغانستان هم میدانین که توبرکلوز مشکل عمده است بناهن امین نقاط به مشوره WHO اگر شما عملی بسازین بالای مریضای خود شما میتونین که توبرکلوز در افغانستان هم زیر کنترل بگیرین این همون کیس بود که یکی از دکتر صاحبا از داخل افغانستان برای ما روان کردن و گفتن که ما یک مریض داریم که اونا یک مریض داشتن که همراه مزمن و بلند بودن ای ایسان نزدشان مراجعه میکرد چه سکسری ریپورت انفلتریت میکرد با فکر توبرکلوز و ملگننسی بودن برانکاسکوپی کردن و بر ما احوال دادن که در نزد مریض جن اکسپرت پازیتیف با نو که البته تشخیص توبرکلوز شده البته ما از این سلایده وقت پوره شد از چند کیس دیگر انشاءالله در آینده خدمت شما دوباره اینا را تقدیم میکنم از همه گی دکتر که در این سیمینار امروز ما شرکت کردن جهان سپاس امیدوار هستم که دکتر سایبایی دیگر هم در سیمینارهای آینده ما دعوت نماین و یادتان باشه که اه، اه، ما شما یک تشکر میکنم و اگر سوالات فعلا موجود باشه خواهشم از شما ایست که سوالات میتونین که از ما در این موقع سوالات میتونین که